شما همچنان بیننده برنامه هست لاریوا هستین. در این قسمت از برنامه در خدمت مهمان بعدی خود هستیم و مهمان برنامه ما دکتر صاحب محمد سعید نوید درمانگر اعتیاد هستند و می‌خواهیم که در ارتباط به اعتیاد و وابستگی با اعتیاد صحبت‌های با ایشان داشته باشیم. یقیناً که موضوع بسیار مهمی هست و امروزه ما از این آیه مشکلات زیادی در جامعه خود داریم. انشاءالله که این موضوع را هم با ما دنبال کنید. دکتر صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، وقت شما بخیر. تشکر از شما. من خدمت شما و سایر همکارای شما در رسانه اصلاح سلام و عرض ادب دارم و همچنین یک سلام دارم خدمت بینندگان عزیز. ممنون شما. بحث امروز ما هم در ارتباط به اعتیاد هست و مباحثی که در این بخش ربط داره، چون بسیار مهم هست و اساسی هست و باید به این موضوعات پرداخته بشه. یک بحثی که خیلی مهم هست و خوب هست که همه بدانن این است که آیا وابستگی به مواد یک باره به وجود میه و یا که مراحل داره، چگونه میشه که در این ارتباط صحبت بکنن؟ خود بیماری اعتیاد نزد اکثریت افراد به شکل یک بارگی ایجاد نمیشه. یعنی یک فرد که امروز تشخیص اعتیاد برای از او گذاشته میشه و یک فرد وابسته تلقی میکنیم، باید چندین مرحله سپری کنه تا که به مرحله وابستگی و اعتیاد برسه. اکثریت متخصصین بخش اعتیاد یا محققین 4 مرحله اینا ذکر کردن که اولین مرحله که به سمت اعتیاد یک فرد میره مرحله اتفاقیه. این مرحله است که فرد با مصرف کردن یک نوع ماده تغییر دهنده خلق، حالا میتونی ماده ایروین باشه، تریاک باشه، چرس یا سایر مواد یا حتی دواهای که در تکیب خود مواد مخدر داره، بله، یکی از اینا باشه که یعنی مصرف یک ماده تغییر دهنده خود مثل یک نوع از این مواد که من گفتم باشه، اما بدون مشکل. این مرحله اتفاقی یک مرحله که مقدار مصرف مواد خیلی کمه ولی مدت زمانی و خیلی طولانیه. یعنی یک مقدار خیلی مواد مقدار خیلی کم مصرف میکنه ولی تا دفعه بعدی که مصرف میکنه مدت زمانی خیلی طولانیه. و در پی مصرف مواد آنچنان مشکلات جدی برای فرد ایجاد نمیشه، ولی از یک جهت خیلی میتونه خطرناک باشه. از این جهت که اگر اطرافیان از خانواده اعتراض کنند و برای بگن که این کار خطرناک است، این میگه که من یک فرد معتاد نیم و هیچ وقت هم این فکر در ذهن از او خطور نمی کنه که این انمی اولین مرحله که این آهسته آهسته به سمت مرحله اعتیاد و وابستگی میرسه. شاید برای خطرناک بودن به این جهته که اولا قبول نمی کنه که معتاده و فکر نمیکنه که روز از روزها میرسه به مرحله شدید و مرحله وابستگی. به این واسطه میتونه خیلی خطرناک باشه. مرحله بعدی مرحله مصرف گاه به گاه. گاه مصرف میکنه، گاه مصرف نمیکنه. این هم با مصرف یک ماده تغییر دهنده خلق، اما با شروع مشکلات. در این مرحله فرد مواد مصرف میکنه اما مشکلات به شکل آنچنانی و جدی هنوز بروز نکرده. شروع شده ولی بروز نکرده. مرحله بعدی مرحله سوء مصرف مواده که مرحله مهمه، یعنی مصرف مداوم مواد مخدر یا الکل، فرق نمیکنه، که میتونه نزد فرد پیامدهای منفی در قبال داشته باشه. زمان ما به یک فرد میتونیم بگیم که این سوی مصرف کننده مواده که یکی از این علامت ها داشته باشه. مثلا اولین علامت اینه که فرد
مواد مصرف میکنه، علی رغم از اینکه برای اون مشکلات اجتماعی، شغلی یا تفریحی و این اختلالات در کار از او، در شغل از او به وجود آمده. فرد مثال در محل کار خود قیامت داره، یا ارتباط خود با اونایی که مواد مصرف نمیکنن قطع کرده و بیشتر علاقه مند از اینه که با مصرف کننده ها ارتباطات و نشست و برخواست داشته باشه. علامت بعدی که ما بفهمیم که این فرد سوی مصرف کننده مواد اینه که در موقعیت های خطرناک هم حتی مواد مصرف میکنه، مثلا وقتی که در انگام رانندگیه، در پشت اشترینگ موتر شیشتیه، یا مثلا کار با ماشین، آلاتی که نیاز به بیداری و روشیاری کامل داره، در این موقعیت هم حتی این مواد در مصرف میکنه که این میتونه خیلی خطرناک باشه برای از این. بروز مکرر یا افزایش تخلفات قانونی، فرد مثلا شاید این هفته یک دوبار به حوزه پلیس جلب کنه به علتی که با بقیه درگیری داشته و بالاخره مشاجره داشته، که این میتونه یک از علامت های سوی مصرف کننده مواد باشه. یک دیگه از علامت ها میتونه این باشه که ادامه دادن مصرف مواد علی رغم مشکلات با دیگران، فرد مثال با خانواده خود، با همسر خود به شکل متواتر و همیشگی درگیر یا بالاخره درگیری لفظی یا بالاخره لاتوکوب این چیزا رو داره. این یکی از علامت ها که داشته باشه فرد سوی مصرف کننده مواده، به علت از اینکه مصرف یا دیگه به شکل مداوم شده. آخرین مرحله از مراحل که یک فرد طی میکنه و میرسه به مرحله اجباری و وابستگی، خود مرحله اعتیاد یا وابستگیه. این حالت یک فرد به شکل اجباری مواد مصرف میکنه و طبعاً با مشکلات و بالاخره پیامدهای منفی است، ولی به اون مسائل این توجه و دقت نداره، به شکل اجباری مواد مصرف میکنه ولی بدون توجه به پیامدهای منفی مصرف مواد. این هم دارای نشانه ها و بالاخره مشخصه هایی که اگر سه مشخصه فردیش تشخیص اعتیاد یا وابستگی بره از ما میگذاریم. یک تعامله، تعامل به شکلی است که فرد آهسته آهسته مقدار مصرفی مواد خود افزایش میده. چرا؟ چون اگر به مقدار سابق مصرف کنه دیگه حالت جسمی و روانی اول برای از او ایجاد نمیکنه، مجبوره که مقدار ماده مصرفی خود آهسته آهسته بالا آوری تعامل میگیم. علامت یا نشانه بعدی میتونه برای از این مسئله ای باشه که با وجودی که مثلا خانواده از یه همسه از این تهدید به جدا شدن از این کرده، حتی ای مثلا اگه محکوم به حبس و زندان هم شده، با آن هم به مصرف مواد خوی ادامه میده. مرحله بعدی بروز علائم ترکه، یک حالت بسیار مهمیه. اگه در وقت مشخص مواد مصرف نکنه، ای برای دیگه علامت های مثل درد و خنیازه و بالاخره اسهالات و جندردی شدید و سایر ناراحتی های جسمی و روانی میتونه به ازی به وجود بیایه. مرحله یک نشانه که بسیار مهمه، صرف وقت و هزینه های زیاده برای تهیه و مصرف مواد میکنه. یعنی میتونه هم هزینه های از خود خود و هم از خانواده این مصرف کنه برای به دست آوردن مواد و مصرف از اون. و این چهار مرحله که من خدمت شما گفتم بسیار مهمه. یعنی اگر یک فردی از مرحله اتفاقی شروع میشه، فکر نکنه که مثلا همیشه به همین حالت هست. اگر در این مرحله مصرف مواد از او قطع نشه، تدریجی آهسته آهسته میرسه به مرحله اجباری یا اعتیاد.
ولی خب این مراحل میتونه در هر فرد مختلف باشه. یک فرد میتونه از مرحله گاه گاه گاهی شروع کنه، یعنی گاهی مصرف کنه گاهی نی، و در یک مدت بسیار کمی، مدت زمان بسیار کمی برسه به مرحله اجباری یا وابستگی، و یک فرد میتونه از مرحله اتفاقی شروع کنه و در یک مدت زمان زیادی برسه به مرحله اعتیاد و وابستگی. حتی ممکنه که در یکی از این مراحل ترک بکنه دیگه یا درمان بشه و نرسه به مرحله وابستگی و یا اعتیاد. بله، خیلی از میده بوده مثلا در امو مرحله اتفاقی که بوده چون مقدار ماده نصفی خیلی کمه، ولی مدت زمان با مصرف اول و مصرف بعدی و مثلا دفعه 34 خیلی زیاده، شاید اصلا دیگه به فکر نرسه، ولی به شکل اتفاقی که مصرف میکنه میتونه یک خطری باشه که بره به مرحله گاه گاه مصرف گردن، و اگر او با کنترل نشه ممکنه بره به مرحله سوی مصرف مواد. یک زنجیری اینا که به هم وصله و فرد میرسونه به مرحله اعتیاد و وابستگی شدید. دکتر صاحب، برای تشخیص اعتیاد فرد از دیدگاه شما چی مدت زمان نیاز هست؟ برای تشخیص بیماری اعتیاد نزد افراد، خب در قدم اول مصاحبه با مریضه. یک طرف هستن که مثل ظاهر اینا خیلی خوبه، ولی خب مریض مصرف کننده مواد است، شاید تغذیه از خوب باشه، درآمد از خوب باشه، ولی خب مواد مصرف میکنه، شاید به مرحله وابستگی نرسیده باشه. در تشخیص از اینا اولین چیز مصاحبه با مریضه، و ای که در مرحله بعدی همکاری خانواده میتونه کمک کننده باشه، و بالاخره در تشخیص از اینا مصاحبه یا اخذ تاریخچه قدم اول. در مرحله بعدی که نوع مواد مشخص بشه که چی نوع مواد فرد مصرف میکنه، تستای لابراتواری یا نزد فرد اخذ میشه که در مدت زمان خیلی کوتاه تشخیص قطعی داده میشه که به چی مواد وابسته هسته. ولی خب در شرایطی که ما فعلا امکاناتی که داریم، علمی مصاحبه روی در روی با مریضه، تستای لابراتواریه، ولی خب در سایر مراکز پیشرفته و سایر کشورها میتونن از موی مریض، لعاب دهن مریض، حتی از روی لباس مریض تشخیص اعتیاد نزد فرد بگذارن. نقش خانواده دکتر صاحب در قسمت تشخیص و کنترل و یا ترک اعتیاد خیلی مهم هست. حالا پرسش ایجاد میشه که خانواده در قسمت تشخیص اعتیاد فرد چی اقدامات میتونه داشته باشه و چقدر میتونه مؤثر عمل بکنه و چی موضوعات رو باید مد نظر داشته باشه یک خانواده در این زمینه؟ طوری که ما در اوائل تشریح کردیم که مراحل رسیدن یک فرد به اعتیاد، خوبه که خانواده ها اون مراحل مد نظر داشته باشن. برای که امروز تمام افرادی که به وابستگی کامل یا به اعتیاد اجباری رسیدن از اون مراحل شروع کرده بودن، چون خانواده ها آگاهی نداشتن یا خود فرد فکر نمیکرده که به این حالت بکشه بیماری از اون. خوبه که اون مراحل مد نظر داشته باشن که در هر یک از این مراحل که میده کمک کنیم بتونه یک وقایع بسیار خوبه باشه که اینا پیشتر تشریح کردم. سایر موجودات خانواده ها باید مد نظر داشته باشن، یکی اینه که تغییر خلق مریض میتونه نزد افراد یک تشخیص بسیار خوبه باشه، چون خانواده ها بیشتر با عضو خانواده سر و کار دارن، و قبل از اینکه فرد مراجعه کنه به یک مرکز تداوی یا به یک درمانگر اعتیاد، خوبه که خانواده ها متوجه باشن خلق فرد تغییر کرده. قبلا یک کسی بود که گوشگی نبود، قبلا یک کسی بود که از اینکه در جمع باشه لذت می برد، فعلا یک فرد پرخاشگر شده، یک فرد گوشگیر و منزوی شده،
یک فرد شده که زندگی بعد لذت بخش نیه، این میتونه دیگه بیماری ها امی علامت های داشته باشه، ولی یکی میتونه مسئله وابسته شدن به یک مواد یا یک دوایی که در تکی خود مواد مخدر داشته باشه. خانواده باید متوجه از این موضوع باشن. مسئله بعد اینه که درآمد از این بالاخره پولی که قبلا به خونه میاد فعلا او پول کمتر میاد، یعنی یک مقدار پول از این مبهمه، مشخص نیه که پول ازی به کجا مصرف شد. دیگه متوجه افرادی که با این سر و کار دارن باید باشن. اگر یک نوجوان یا جوان متوجه دوستا و رفقا ازی باشن که چی کسانی هستن و اگر کسی هست که متأهله بایدن به این شکل همسر از او یا پدر مادر از او متوجه از این باشه که با کیا رفت آمد میکنه. چون یکی از ویژگی های مصرف مواد تبیه که ما پیشتر گفتیم در مرحله سوی مصرف مواد قطع ارتباط با افراد که مواد مصرف نمیکنه، یعنی وقتی در مرحله سوی مصرف میرسه رابطه خوب با کسانی که سالم قطع میکنه و بیشتر تمایل داره که با کسانی که مصرف کننده مواد هستن با اونا بیشتر معاشرت و ارتباطات داشته باشه. و اینه که بهتر اینه که با خود فرد صحبت کنن و ابراز نگرانی خود براز او انجام بدن، تا اگر مشکل باشه اون مشکل را از رایل درست از او و ای که مراجعه کنن تحت درمان قرار بدن. ولی ای که خانواده میتونه یک رول بسیار اساسی و مهم در درمان اعتیاد داشته باشه. اینو باید در کنار مریض و همراه مریض در کل دوره درمان باشن، چی در مرحله تشخیص از او، در مرحله ارزیابی از او و در مرحله تداوی از او. خانواده میتونه یک نقش بسیار مهمی در موفقیت درمان داشته باشه. تشکر دکتر صاحب. توجه به وقت، از دیدگاه شما چی راهکارهایی وجود داره در بحث ای که ما درمان موفق داشته باشیم در قسمت اعتیاد؟ سوال بسیار خوب شما مطرح کردیم. معمولا خیلی از خانواده ها این سوال دارن، خیلی از مردم، و حتی بعد به این باور رسیدن که این ابد راه درمان نداره، چون مریضا چندین بار به مراکز درمانی آوردن یا در خونه تحت پوشش و معالجه قرار دادن باز مریض اوت کرده. با توجه به وقت که در اختیار ما هست، خیلی فشرده و کوتاه راهکارهایی که باید ما به یک درمان موفقی نائل بشیم فقط به شکل خلاصه عرض میکنم. یکی از اونها اینه که زمانی که فرد درمان میشه ارتباط خود با اون مرکز درمانی یا به اون فرد که مسئولیت تداوی همون مریض داشته قطع نکنه، یعنی به مجرد که مریض سمزدایی میشه ظاهر مریض و اون وابستگی جسمی از اون معالجه میشه ارتباط قطع نکنه، بلکه تداوی تعقیبی را انجام بدن. چون قطع ارتباط با مرکز درمانی و قطع تداوی مریض در اوائل تداوی میتونه منجر به شکست تداوی بشه و ما نمیتونیم یک درمان موفقی داشته باشیم. همینه که ما در بحث تخصصی اعتیاد درمان تعقیبی خیلی میتونه مهم باشه. راهکار بعدی اینه که رفتارهای نامناسب مریض باید اصلاح بشه. فرض مثال مریض مواد در ترک کرده، فعلا مواد مصرف نمیکنه، اما یک تار رفتارهای نامناسب داره. مثلا نمیتونه خشم خود کنترل کنه، این مهارت باید ما برای دو امیدش بدیم. فرض مثال ارتباط خود با رفقای سابق قطع نکرده، این کار باید انجام بده. و سایر رفتارهای نامناسبی که مثلا خواب از و ساعت خواب از و باید تنظیم کنیم، این رفتارها باید از نامناسب به حالت مناسب تبدیل بشه و از ناهنجاری به هنجاری تبدیل بشه، تا صرف مصرف نکردن مواد ما نمیتونیم بگیم که یک درمان موفقی بده، بلکه باید این راه ها پیگیری بشه. مرحله بعدی انگیزه کافی و درونیه.
هیچ وقت ما با اجبار نمیتونیم یک فرد در شامل پروسه درمان بسازیم. شاید در کوتاه مدت نتیجه بده ولی یک درمان موفقی نیست. همیشه باید با انگیزه کافی میدر وارد مرحله درمان بسازیم و انگیزه درونی باشه. فرد مثلا اگه فرد یک انگیزه بیرونی داره یه هم ترک میکنه ولی یک ترک موقته. مثلا به واسه مادر خود، پدر خود یا همسر خود یا کس دیگه به مادر ترک میکنه. ولی با حذف مادر، فرد مثلا مادر فوت میکنه دیگه دلیلی برای پرهیز مواد نداره. ممکنه که شروع کنه پس مواد و انگیزه از بیرونیه. باید انگیزه درونی و انگیزه کیفی باشه. دیگه همراهی خوب خانواده که بیشتر عرض کردیم خیلی مهمه. در کنار مریض در کل پروسه درمان باید باشن. انتخاب مدل درمانی مناسبه. فرد مثال اگر کسی سالهای سال یک مواد دو مواد با هم مصرف کرده به یک بارگی نمیشه این مواد در بالاخره به قطع کامل برسونه. باید در قدم اول با درمان های نگهدارنده مریض شامل پروسه تداعی بکنیم و بعد از اون مریض به قطع کامل برسه. و برای هر مریض نمیتونیم ما برای هر مریض یک نسخه واحد ارائه بکنیم. هر مریض یک نقشه تداعی خاص و یک پلان تداعی خاص باید در نظر گرفته بشه با توجه به جزئیات فردی خود شخص تا ما یک درمان موفق داشته باشیم. و بالاخره موضوع اخیری کنترل عوارض ناراحت کننده. معمولا مریضا بعد از ترک از درد ساق پا، بعضی بیدار خوابی ها و بعضی افسردگی دارن، بعضی اضطراب دارن یا اختلالات روانی دارن، اینا هم باید درمان بشه تا ما یک موفقیت در درمان اعتیاد داشته باشین و از عود زودهنگام مریض جلوگیری بشه. تشکر از حضور شما برنامه دکتر صاحب. در تمام عرصه‌های زندگی موفق و معید باشین و سپاس از شما عزیزان و همراهان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودین. همان گونه که طرف ساعت استودیو میبینیم وقت برنامه هم رو به اتمام هست. ناگزیر هستیم که از حضور گرم و سبز شما عزیزان خداحافظی بکنیم. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، دیدار بعد، خداوند یار و نگهدارت.